درود بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همه ما با دیدن تصاویر زنان درشت‌هیکل و زشت قاجاری که سیبیل‌های مردانه و ابروهای پرپشت داشتن متعجب شدیم و برامون سوال پیش اومده که اصلا آیا این زنان قابل تحمل بودند؟ حقیقت اینه ناصرالدین شاه علاقه زیادی به عکاسی داشت. او از همسرانش عکس می‌گرفت و برای تنوع تصاویر رو تغییر میداد و با مداد مشکی صورت زنان را از حالت عادی خارج کرده و براشون ابروهای پرپشت و یا سیبیل میذاشت و یا خالهای بزرگ و گوشتی برای اونها میکشید. ولی وقتی عکس اونها رو با عکسایی که دیگران از زنان گرفتن مقایسه کنیم، متوجه این تفاوت میشیم. به عنوان مثال انیس‌الدوله به یکی از زیباترین زنان قاجار معروف بود، هرچند که در اون زمان چاقه یکی از ملاکای زیبایی و دلربایی به شمار میرفت. البته این مسئله در زمان قاجار به اوج خودش رسید، چون در زمانهای قدیم چاقی نشانه ثروتمندان بود. در مقابل فقرا هیکل‌های نحیف و لاغر داشتند که ناشی از عدم بضاعت مالی و صرف غذای مناسب تلقی می‌شد. اما چاقی در میان قاجاریان نوعی زیبایی برای زنان به شمار می‌رفت. چنان که با دقت در عکس‌های بجامانده از آن دوره درمی‌یابیم، تعداد زنان چاق بسیار بیشتر از مردان بوده. ایرانیان در دوران قاجار ملاک زیبای زن را به جای صورت به چاقی او می دانستند و همواره زنان از محبوبیت بیشتری در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند. همچنین نقل کردند که روزی یکی از اشراف زادگان اروپایی در این باب از ناصرالدین شاه سوال میکنه که جویای علت میشه که چرا زنان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ میگوید شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت میخواهید یا استخوان؟ اما در میان همین زنان چاق علاوه بر شکم بزرگ داشتن قبقب یکی از مهمترین زینت‌های زن به شمار می‌رفته و باز نقل می‌کنند انیس‌الدوله که زیباترین زن عهد قاجار با معیار آن زمان به شمار می‌رفته دارای قبقبه بسیار بزرگ و به اصطلاح هفت طبقه بوده است. ممنون از شما دوستان عزیز که ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً اگه ویدیو رو دوست داشتین یادتون نره که لایک کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.